بازیه. خوش اومدی آقا پیام. قربون شما. من زیاد اصلا آشنایی با تو ندارم. خب خودت یه معرفی بکن. به پشت سرنه زیاد توجه ندارم. سلام، پیام هستم. خوشبختم. پیام رضایی. پیام رضایی. متولد چند؟ من متولد 68 ام، فروردین 68. شغلت چیه؟ کار طراحی داخلی انجام میدم و اجرای دکوراسیون داخلی. آها، میشه یعنی از 0 تا 100 مثلا؟ از 0 تا 100 تقریبا. آره، میشه ریمودل منزل حالا یا بخشی از مثلا کارهای داخلی خونه. معمولا حالا جای تجاری و اینا هم کار میکنم، ولی معمولا خونه. بیشتر خونه. بیشتر خونه. مثلا فکر کنم 17 سال 18 سال. 17 سال. آره، بچه 16 سالگی بودم. شغل پدرم بود، از کنار اون بودم. سن پایین شروع کردم. یعنی آکادمیک نبوده. آکادمیک نبوده. آره، تجربه بود کارم بیشتر. آره، ولی خب دانشگاه مثلا صنایع خوندم، یه مقدار مرتبط هستش در کل. باش. شنیدم که زندان رفتی. زندان. آره، چند وقت پیش. سر تازگی هست. آره، همین هم نه همین تازگی بودش. سر حالا یه سری زهر تو ریخته. آره، سر حالا سوء تفاهم بیشتر. سربازی. سربازی. سر سربازی. تو در سال که مثلا کار میکردی نه سربازی نرفتی؟ سربازی نرفتم. چرا نرفتی؟ حال نمیکردم. ولی گیرت انداخت. گیرم انداخت. آره. تو زندان چجوری داستانش؟ من تو زندان نرفتم. آره، ایشالله که حالا هیچ وقت نرید. یه شب زندان بودم. آه، یه شب. آره، یه شب زندان بودم، ولی خب دو شب هم بازداشت بودم دیگه. بازداشت از زندان سخت‌تر بود. خیلی حساب کنید. فرق بازداشت با زندان بازداشت توی خود کلانتری حالا مثلا. البته من تو زندانم بازداشت بودم، یعنی توی بند و اینا نرفتم. ولی بازداشتگاه فرقش با زندان چیه؟ بازداشتگاه یه محلی توی خود کلانتری همونجا. و همه ریختن اونجا دیگه. ممکنه مثلا کنارت سارق ما. آره، شب اول که هیچکی نبود، تنها بودم. شب دوم ولی یه چند تا ورق اومدن. یه دو تا معتاد اومدن. دزدم بودن. آره. چجوری بودن یعنی؟ می بودن. بعد نمیدونم دوزی موزی که رفت کرده و ماشین یه نفر زده بودن، فکر کنم گرفته بودنشون انداخته بودنشون. نه ترسیدی اینو کنارت بودن؟ نه، خیلی خیلی که نه واقعا، چون اصلا دیگه همسه ماله بودن، هم چکیده بودن به قول یارو. چکیده یعنی چی؟ یعنی چی بودن؟ آسوپاس بودن. آه. یه له بودن در واقع. آره، بعد تو کلانتری دیگه. آره. حداقل یه اینا نمیتونن کاری داشته. آره دیگه، تو فیلم هایی چیزی که انگار اصلا میگن تو اگه گودی نه فیلم که داستانیت میکنم. فیلم نه با فیلم که فرق میکنم. اتفاقا زندان بالتر از بازداشتگاه پاسگاه بود. آره، باز حداقل راحت تر بودش. چه میدونم، یه 20 نفر آدم توی یه اتاق بودیم، یه حرفی میزدیم، یه چیزی بود. 20 نفر توی اتاق؟ آره آره، 20 نفر توی اتاق. شاید هم آره دیگه، نزدیک 30 نفر مثلا. یعنی اینجوری بودش که با کسی رفیق شدیم؟ آره، با دو سه نفر اونجا. دیگه شد؟ گول آخه یه شب. داستانش طولانیه. حالا باحالشو بگو. باحالش یه دونه حمومه که با خیلی مراقب بشی صابون از دستت نیفته که مجبور شی برداری. بعد واقعا راسته اون داستان؟ نه جوری هم نیست. شاید به ما که اونو آره به ما نرسید خدا رو شکر، ولی باید برید تو ببینید چه خبره دیگه. چرا یه شبال نگه داشته بیشتر نگه داشته دیگه؟ وثیقه هم دیر آماده شد. آره، یه نمه یه روز به خاطر وثیقه هم فاجعه. چرا گرفتنه؟ چه جور میاد که این نظر؟ نوع جرمه دیگه، جدیدن جرم شده سربازی نری. یعنی آره، یعنی قبلا اینجوری بودش که میگفتن که مثلا یه سربازی رو دفترچه رو پست کنی مثلا حالا یا بپیچونی نری اینا، مثلا میشه سرباز فراری، اگه پست نکنی میشه غایب. حالا الان مثل اینکه چند ماهه غایبارم الان دیگه. آره، یه بود تو خیابون میگن که حالا نمیدونم، اون موقع که من میگفتش که چند وقت دیگه حالا میخوان کیوسکای پلیس هم حتی مثلا آره استعلامتو بگیرن اگه مثلا سربازی نرفته باشی خفتت کنن. بسم الله. پس بچه مراقب باشید. هرکی نرفته بپاد. پارتی کردن از که شروع کردی؟ چیو؟ پارتی کردن. پارتی کردن؟ پارتی میکنی اصلا شاید نمیدونی. پارتی چه مدلی؟ پارتی چیه اصلا؟ آره اصلا تعریف داد پارتی چیه؟ تعریف خود چیه؟ نمیدونم. پارتی میشه حالا همون
مهمونی شادی بستگی داره دیگه. آره. مثلا تو پیش خانواده مثلا آفرین. آره آره اونم پارتیه. اونم پارتیه. اونم که میری کثافتکاری اونم پارتیه دیگه. کثافتکاری نیست که عادیه به نظر من. نه کثافتکاری یعنی اینکه مثلا حالا شاید یه درایی یه چیزی بزنی. آره منظورم اون از کجا شروع کرد؟ اون دومون خانواده یک از بچگی فکر کنم شروع کردی. آره مشروب بود شروع کردم. چند سالگی؟ 12 فکر کنم. بار اول دوم که مثلا خود مشروب چی کار کرد؟ بچگی. آره واقعا نه مثلا چون اولا که باز آشناییت که نداری یعنی من همیشه صفتی دیگه. اون اول یه بار دوبار اولش که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود ولی بعدا دیگه نمه افتادیم سر زیری. مهمونیه چه جوری بود؟ مهمونی که اول جایی که دعوت شدی یا خودت گرفتی چی بود؟ مهمونی مثلا دوستانه دیگه. دوستانه خب بازم بچه بودیم دیگه. مثلا چه میدونم آخرای دبیرستانمونم ما مثلا چه نمیدونم میشه 85 مثلا 85 6 اینا دیگه موقعای نمه تکونی میدادیم. بعدن دیگه یکم مثلا توی دانشگاه و اینا سفتر شد. دانشگاه تموم شد که دیگه بهش شروع شد. بچه الان تو این 10 سال مهمونی ها فرق کرده یعنی مثلا اون موقع یاد باشه همه برونز سیاه کانسیلر زیر چشم. آره آدم ها رو میگی؟ آره بعد چیز هم نمیزدن یعنی بیشتر مشروب میکردن درا. آره بیشتر اینجوری بود ولی خب قبلا میزدن درا یعنی آره آدم مثلا چه میدونم آدم 50 ساله میشناسم قبلا مثلا پارسی میشد سی میزده و فلان. مهمونی های دهه 80 بهتر بود یا الان که مثلا الان 90 هم رد کردیم دیگه 80 90 الان 1400 بستگی داره دیگه هر تایمش بالاخره خصلت های خودش رو جذابیت های خودش رو به نظر من همون موقع شما الان مثلا یه جوری خوش میگذره الان مثلا یه مود دیگه خوش میگذره پشت یه کانتینر میگن کانتر. آره پشت کانتر. آفرین. آره دیگه یه دوره کانتر بسته آخه. آره دیگه ما مثلا بچه تا آره دیگه قدیم همین بوده حالا مثلا دوره همی و فلان اینا یه سینی و یه چند تا نوشیدنی اون بر و بعد رقص و موزیک و حالا دیگه نوعاش فرق میکنه دیگه یکی دامبولیه یکی مثلا. و قدیما دامبولی بودی بیشتر؟ قدیما اکثرا دامبولی بود و ساسی مانکنینا بود. ساسی مانکنینا هم بودش و آره فاز تکنو و الکی و آره الان تکنو تک هاوس و فلان آره الان بیشتر اینجور شده بیشتر ایناست ولی همون اول چیز بوده همین تکنو پارتی و این داستان ها بوده چون من میگم با چند نفر آشنا شدم مثلا زمانه قدیم 40 سال پیش از خارج دیگه می آوردن بوده دیگه همیشه بوده مثلا اون تو هرچی بخوای هستش میتونی فقط بستگی داره که مسیرت کنونوری بیفته دیگه هرچی بخوای هستش بالاخره نمیشه اجتناب ناپذیره. بعد با قدیم مقایسه کنی چه فرق کرد اون موقع چی باحال بوده چی بد بوده؟ ببین اون موقع مثلا چه میدونم تلفن زنگ میزنید دیگه مثلا پی ام نبوده بعد زنگ میزنید چرا دیگه ما مثلا پی ام که بودم. همیشه بوده ما مثلا بچه بودم یاهو مسنجر و اینا که اصلا بودش. آها یاهو مسنجر. آره والا اون دیگه میگم اون موقع ما تازه مثلا زمان یاهو مسنجر و اینا تازه مثلا آخرای راهنمایی اول دبیرستان و شاید کوچیک‌تر بودیم. آره اون موقع چیزی سر 60 اینا مثلا واسه دختربازی و قرار و فلان اینا بود. بعدن دیگه شد فیسبوک. آره اورکات اومد من نداشتم من اصلا نداشتم فیسبوک اومد بعدش هم اینستا و نه دیگه موبایل چه جوری بود اون موقع بگو داشتی میگفتی که چه جوری بود اون موقع الان چه جوریه؟ ببین یادمه یه پارتی خیلی باحالی که گرفتیم ما با بچه دانشگاه همون ترم یک هم بود فکر کنم ترم دو بود دو یا سه بود ترم یک نبود ترم دو یا سه بود با همون رفیقام هم تازه آشنا شده بودیم. ما اینجوری بود که خونه ما اکثرا هیچی نبود دیگه این مدلی بودش که آره ما مثلا خیلی راحت بودم. یه روز گفتیم که مثلا یکی از رفیقام اومد گفت حاجی من 3 تا 6 گرفتم یه تفریح بکنیم دیگه زنگ زدیم بچه‌ها زنگ زدن دوستاشون رو دیگه من زنگ زدم دوستامونو. چند نفر شدن؟ ببین فکر کنم مثلا شدیم 8 نفر یا 9 نفر 2 تا دختر بقیه همه پسر. آره یعنی این مدلی شدش که همه چون سریع هم داشتیم مثلا کار جور میکردیم یعنی ما صبح رفتیم دانشگاه قرار مثلا برنامه رو گذاشتیم که عصری بیاییم مثلا کار شروع کنیم. اینجوری شد دیگه بچه ها مثلا دوستاشون کم بچه هم بودیم دیگه حساب کن مثلا ما خودمون 18 سالمون بود دوست دخترامون که دیگه مثلا چند سالشون بود نیم مثلا
باز حالا باز توی اون تایم گیر و گور و این داستانا همه چی بیشتر بود. یعنی ما اینجوری بهت بگم که بعدش مثلا ماشینم رفتیم دنبال دختر تو خیابون بازم نتونستیم. آ تو خیابونم شما تو خیابون رفته بودیم مثلا بچه‌ها لاکار مونده بودن دیگه مثلا نمیشد مثلا هفت تا پسر بشیم دو تا دختر که مثلا یارو دختر هر دختری میتونست واسه گیر دیگه حالا اون من میترسید هفت تا پسر واقعا دیگه نشده. بعد یهو از یه جناحی یه 400 دوستای بچه‌ها اومدن و پارتی جور شد خدا رو شکر. آره پلی انجام شد و خیلی هم خوش گذشت. آره تعادل برقرار شد، کار انجام شد، جای همگی هم خیلی خیلی حال داد. ولی بعدش دیگه مدل متفاوتی پیدا می‌کنه دیگه. وقتی تینیجی یه مقدار این داستانا شاید اصلا سخت‌تر بشه. هر چقدر سنت میره بالاتر مثلا تا طلوعش 30 تو مثلا توی چه می‌دونم پارتی کردن و برنامه کردن اینا دست و بالت بازتر میشه. حالا هم مثلا چه میدونم هم آره هم ارتباطات، حالا هم چه میدونم فاکتورهای مختلف، قسمت‌های مختلف داره یه برنامه دیگه، راحت‌تر میتونی هندلش کنی به نظر من. البته بازم میگم بستگی به خیلی فاکتورهای دیگه هم داره. بعد 17 سال این کار میکنی؟ آره بیشتر ایشون آره تقریبا 17-18 سال دارم این کار انجام ده. اولش پیش بابام کار میکرد. و کی جدا شدی؟ من فکر کنم 25-6 سالم. نه قبلش هم مثلا قبلش اینجوری بود که بابام کار میکردم و کسای دیگه هم کار میکردم، ولی مثلا اینجوری بود که میرفتم برای کسی کار میکردم. ولی بعدا دیگه شد که خودم پروژه گرفتم و کار رو انجام دادم. یعنی جوری نبود که دیگه مثلا واسه خودم میگم همون 25 سالم اینطورا بود دیگه. تقریبا اولین پروژه‌امو خودم شروع کردم، استارت دادم، یعنی به اصطلاح پیمانکار. پیمانکارش مثلا خودم بودم دیگه، یعنی خودم با مشتری دیل میکردم، کسی دیگه اینا. طالب فکر مهاجرت نیفتادی؟ چرا، ولی خب نمیتونم حالا مشکلات پدر مادر و فلان اینا واسه سن ما، چون چه میدونم اونا هم بالاخره سنشون یه جوریه که نیاز دارن ما باشن. چرا، ولی خب دوست داشتم بعضی وقت جای دیگه باشم، ولی دوست ایران هم دوست دارم، مشکلی نه. ولی الان کارتو اینجوری میبینی که میتونید ادامه بدی تو همین کار تو همین جا و مانع زیادی نمی‌بینی؟ مانع که همیشه هست تو همه کارا تو ایران دیگه، مخصوصا حالا چه میدونم این فیر نبودن قضیه است. این که مثلا چه میدونم تو مثلا اگه میخوای یه کاری رو مثلا توش مخصوصا تو این دوره بخوای مثلا موفق خفن بشی و وصف بشی و خیلی پول بذاری پشتش، یه چیز این مدلیه که بتونی مثلا موفقیت رو تضمین کنه. نمیشه بگی مثلا نمیشه موفق شونه، خیلی اصلا تو شرایط خیلی بدتر رفتن، مثلا خیلی درجه های بالا رسیدن. ولی خب کلا تو ایران یه نمه همه چی سخته دیگه. همه چی یعنی تو همون پارتی کردن، تفریح کردنش گرفته تا کار کردنش و درس خوندنش، همه چی توش مشکلی هستش دیگه. نمیشه بگی که آسونه، ولی میشه، یعنی اونجوری هم نیست که نشه، ولی میشه، ولی خیلی سخته به نظر من. کسی که حالا مثلا من دارم چند سال بیزنس میکنم، بچگی بیزنس میکنم، من تو دبیرستان بیزنس میکردم، چه میدونم تو بچه هم بودم یه نمه بیزنس میکردم، مثلا برچسب میوردم مدرسه میفروختم، این مدلی بودم. مثلا اولین کاری که کردم پول گرفتم این بوده، تو دبیرستان سیری میفروختم، موزیک و اینا میفروختم، مثلا این مدلی بوده. اینجوری بودم، عادت دارم مثلا یه چیزی بفروشم یه پولی بگیرم، خب خیلی مهمه به نظر من. آره مثلا میتو کاسبی و برای چون بابام هم مثلا حالا کاسب بوده دیگه، اون چیزای دیگه هم میفروخته، الان جلو دوربین نمیشه. بازار سیاه همه جا هست دیگه بالاخره. آره. اون موقع هم البته این چه؟ یه سری موزیکای ناب داشتم. آره من هم بچگی موزیکو دوست داشتم. الان چند سال؟ 33؟ 34. 34 سال. 68 هم. بعد برگردی جای زندگی تو عوض نمی کنی؟ مثلا میگی اینجا رو عوض کنم، اینجا این کار میکنم. به کجا مثلا؟ کدوم قسمت برگردم از اول مثلا؟ 20 نه بگو، فکر کن دانشگاه. اول دانشگاهته. دانشگاه نمیرم. آن نمیرم. آره نمیرم. سربازی میرم. به نظرم آره برم سربازی، میرفتم سربازی جو الان راحت تر بودم. آره آخه دانشگاه کم بده، نمیگم اصلا به درم نخورد، ولی نسبت به اون تایمی که گذاشتم کم به درم خورد. حالا ما هم زیاد اشغال میکردیم اون تو. آره ولی فایده کردیم. البته مثلا همش رو شب مثلا دو سه تاشون موندن، ولی خب تجربه خوبیه به نظر من. نمیشه ولی بیشتر دو سال به نظر من دانشگاه فایده نداره. اگه قصد اینه که درس بخونی، درس خوندن یعنی اینکه مثلا بری پی اچ دی بگیری تو اون رشته ای
یعنی بود چه میدونم لیسانسی که ما گرفتیم کار در نمیاد در واقع کار علمی نکرد. یا من بریم نظر من پیچی اگه مثلا میخوای اون محیط رو تجربه کنی، حالا چیز این مدلی همون 2 سال نهایتا کافیه، بعد 2 سال بری چیزی رو ببینی و حالا اگه تجربه کسی هری که چه بهتر. چون معمولا الان همه دانشگاه واسه اشغال میرن دیگه، واسه کسی واسه اشغالی هم نیست دیگه. آره اشغال دیگه، بیرون راحت‌تر اشغال. آره بیرون راحت، اصلا همه چی دیگه فرمی داره دیگه، یه جور عجیبیه. آره. بعد رفاقتا تو این الان فکر کنم تو از همون موقع که 20 سال حساب کنی خیلی عوض شدن دیگه، خیلی اومدن رفتن. آره خیلی اومدن. اونایی که موندن قدیمی ترین قدیمی ها معمولا موندن. آره آره کل من خودم معمولا رفیقایی که دارم قدیمی ترن، چون آدم وقتی سنش میره بالاتر خیلی دیگه اونجوری نیست کلا دیگه. یعنی حالا بالاخره تینیج هم نیستیم بیه که بگیم حالا مثلا میریم تو خیابون پارک و اینا ای رفیق پیدا میکنیم و اینا، بیشتر داریم کار رفیق پیدا که ساقی پیدا نه دیگه میریم مثلا چه میدونم بسکتبالی میزنیم، فوتبالی میزنیم، چهار طرف پیدا میکنیم اینجوری. الان رفیق کم پیدا تو این چند مدت یعنی کمتر شده پیدا کردن؟ من به نظرم خب چون آدم بیشتر درگیر کاره طبیعتاً. آره چون کانکشن کمتر میشه همون قدم دوست کمتر پیدا میکنی دیگه، ولی خب اکثران هم هستن قدیم هست. من کلن خیلی با کسی به مشکل نمیخورم، بلدم با آدم و چجوری رفتار کنم به نظر خودم، زیاد مثلا مشکلی خاصی با الان با کسی. اما چیزی که نگه داشته اونا رو چی بوده به نظرت؟ دوستام رو نگه داشته شاید مثلا سعی میکنم حرکت فول نکنم هیچ موقع، هر کاری هر چیزی که مثلا بخواد خط قرمز طرف عبور کنه، حالا هر چیزی میتونه بشه، یکی میبینی شاید مثلا رو لباسش حساس، آدم ها مختلفن دیگه، یه نمه یه کوچولو هنر میخواد، یه نمه مثلا بشناسیشون بدونی چی جوری باشون برخورد کنی. سعی میکنم اصلا پا رو خط قرمز کسی نرم، بیشتر سعی کنم تعامل داشته باشم و مثلا اون تایمی که دارم با اون طرفم میگذرونم خوش بگذره، یا حالا مثلا یه قرار کاری انجام بدیم اون کار درسته انجام بدیم، اینجوری نیستش مثلا بخوام موزی بازی در بیارم یه داستان این مدلی، به نظرم اینطوری بهتر. بعد سر مثلا این اتفاق خیلی میفته که سر دختر حالا مثلا پسرا رفاقت به هم ریزه. تو داشتی؟ آره من داشتم ولی گیو اپ کردم دیگه، قضیه رو گفتم خب اهمیتی نداره. آه یعنی تو کشیدی کنارتون داستان؟ داره من کشیدم کنار مثلا، حالا با شد مثلا دوست پسرمو دوباره بعدش دیدم دیگه حالا گفتم خب حالا ایرادی نداره. یعنی سر دختر اومد؟ آره سر دختر. آره کار این مدلی شده بکنه. آره آره چند بارم شده ولی خب سعی کردم حالا چی بگم. آره دیگه من نه نمیدارم کنارم. نه دختره آخه تو مثلا معمولا تو با اون دختری در ارتباط نیستی دیگه، ولی رفیق تو بالاخره میبینی مثلا چه میدونم چند سال دیدیش، رفتی اومدی. بستگی داره آخه، مثلا اگه تو چه میدونم یه نفر هست که باش خیلی ارتباط عمیقی داری مثلا دوستت بره سراغمون، خب یه نمه شاید نه، ولی مثلا یه بومینی یه نفر آریا رفته سراغ کسی حالا دیگه نه آریا بچه خوبه، ولی خب مثلا چه میدونم شاید مثلا یکی رو کشن مثلا شاید کلن چند بار هم دیگر دیدید مثلا تو دوستت کلید کنه روش شاید کمتر مخت باشه اینا، ولی نه اگه یه نفر باش رابطه عمیق داشته باشم دوستم با هم کار کنه طبیعتا باش کات میکنم رابطه با خود دوستت چون... آره با خود با همه دی. آره دیگه جفت شد. آره. گر شکری سی دیگه صحبت که امون برنامه هم کوتاه، برنامه بعدی هم ایشالله ببینیم. ایشالله خیلی خوشحال شدم، مرسی از دعوتتون، مرسی از پذیرایید. بقیه رو میاد اینجا سواله فلسفی فلسفی پایی داره اولی که بردنمون تو نه خیلی گفت یزی